سلام سلام، مهربانوی آریایی اومده با یه دستور پخت غذای خوشمزه دیگه. غذای امروزمون دمی گوجه با سیب زمینی هستش. با من و همراه من باشید. اول برنجمون رو خیس میکنیم. من از برنج محلی، برنج استان فارس هست، اسم برنج کانفیروزی استفاده میکنم که برنج فوق‌العاده خوش‌طعمی هست. برنج رو خیس میکنیم، نمک میزنیم مقداری و اونو کنار میذاریم. بعد پیازمون رو خردش میکنیم. این دیگه قطعات پیاز بستگی به خودتون داره که بعضی از عزیزان دوستان پیازشون خیلی ریز بشه، ولی بعضی ها نه، برشون مهم نیست، به همون حلقه حلقه به اندازه معمولی واسه شون کافیه. وقتی که پیازمون رو خرد کردیم اونو کنار میذاریم. من به خاطر اینکه خیلی وقتتون گرفته نشه سعی کردم اول مواد خرد کردنی آماده کنم. حالا میریم سراغ سیب زمینی هامون. سیب زمینی هامون رو میشوریم، پوست میگیریم و اونو به قطعات الماسی تقسیم میکنیم. باز اینم بستگی به سلیقه خودتون داره که اندازه سیب زمینی ها چجور باشه. حالا میزان سیب زمینی بستگی به خودتون داره. بعضی اصلا دوست ندارن داخل دمی گوجهشون زیاد سیب زمینی باشه، یا حتی بعضی از عزیزان اصلا دلشون نمیخواد سیب زمینی داخل دمی گوجه باشه، فقط دمی رو بدون سیب زمینی درست میکنن همراه با گوجه. خب همونجوری که مشخصه اندازه سیب زمینی ها رو کاملا شما عزیزان دارید میبینید. یه مقدار از سیب زمینی اضافه بود، من اونو برداشتم و کنار گذاشتم. سیب زمینی ها مداخله آب میریزم، خیس میکنم، یه کنار میذارم و میرسیم به گوجه هامون. گوجه هامون هم خرد میکنیم، اونم باز به قطعات ریز تقسیم میکنیم. میزان گوجه بستگی به خودتون داره و اینکه بعضی از عزیزان دوست دارن رنگ و لعاب غذاشون یه خورده بیشتر باشه، میتونید یه قاشق رو به گوجه هم اضافه کنید که من اضافه نکردم. و اما زعفرون، من به دمی گوجهم زعفرون اضافه میکنم چون یه عطر و طعم خاصی میده به غذامون. خب سیب زمینی رو کنار گذاشتیم، پیازمون رو کاملا سرخ میکنیم. وقتی که سرخش کردیم به سیب زمینی هامون رو اضافه میکنیم، مقداری تفت میدونیم که سیب زمینی هامون هم کمی سرخ بشه و میاد سراغ ادویه. ادویه زردچوبه، نمک، فلفل سیاه، فلفل قرمز و همچنین ادویه کاری که من از ادویه اهوازی استفاده میکنم، اینا رو هم به موادمون اضافه میکنم. وقتی تفت دادیم گوجه رو هم به مواد اضافه میکنیم، مقداری هم میزنیم و بعد اجازه میدیم که کمی بپزه. وقتی که موادمون تفت خورد نمک رو به مواد اضافه میکنیم. چرا نمک رو همون اول اضافه نمیکنیم؟ به این دلیل که باعث میشه سیب زمینی هامون نپزه به اندازه کافی. نمک رو که اضافه کردیم مقداری آب جوشیده بهش اضافه میکنیم و بعد هم زعفرون رو یک مقدارش رو بهش اضافه میکنیم، یه مقدار رو کنار میذاریم. برنجمون رو اضافه میکنیم به مواد و هم میزنیم، اجازه میدیم که یه مقدار بپزه. من آب زیادی به برنجم اضافه نکردم، سر رو میذارم روی قابلمه و اجازه میدم با بخارش اون برنجم مقداری بپزه. خب یه مقدار برنج رو هم میذارم، ما بقیه زعفرون رو بهش اضافه میکنم و بعد برنجم رو دمش میکنم. اینم از دمی گوجه ما. فوق‌العاده خوشمزه بود. گاهی وقتا میگم کاش میشد از عطر و بوی غذا هم عکس گرفت و اونا ثبتش کرد. نوش جانتون.